دوستان سلام همراهان عزیز کانال یوتیوب پایات اکادمی رزا نظر بگی هستم بر ادامه درس های صف تا صد آدوبی این دیزاین میخوام در ارتباط با بخش دوم قسمت افکت ها با هاتون صحبت کنم خب با این منو و با این پنل آشنا شدید من میخوام تغییراتی که روی این تصویر داشتم رو لغو کنم و تغییرات جدید براش به وجود بیارم پس این گزینه رو انتخاب میکنم یه <applause> موردی رو در این بالا بهتون بگم در قسمت کنترل پنل هستش اگر دقت کرده باشید این بخش FX که اینجا داریمش اگر من روش کلیک کنم میتونم دسترسی پیدا کنم به همون پنل ترانسپرنسی اگر کلیک کنم این پنل رو برای من به نمایش در میاره اینن همین مورد رو در بخش پراپرتیز هم داریم اگر از پراپرتیز استفاده میکنید fx رو ما اینجا داریمش من روش کلیک میکنم به نمایش در میاد ترانسپرنسی هستش و البته یه سری گزینه هم این پایین تیک دارن اینا همون مواردی هستن که ما الان اینجا کلیک کردیم رو تغییر دادیم و اینجا اعمالشون کردیم اگر من هر کدوم رو روش کلیک کنم اینایی که تیک دارن برمیگردیم به همون گزینه و بعدا میتونیم تیکش رو اینجا برداریم پس شما میتونید تغییراتی که اعمال کردین رو اینجا هم ببینید در این قسمت و این هایی که اینجا در یا در کنترل پنل هستن. خب به هر نحوی بیاین بریم سراغ همون پنل افکتمون. من دوباره از همین منو استفاده می‌کنم گزینه افکت و ترانسپارنسی رو فراخوانی می‌کنم. بخش‌های مختلفی که من برای این قسمت به وجود آوردم رو اگر تیک کنارشون رو بزنم غیر فعال می‌شن دونه دونه. مثلا شادو رو ازش بگیرم، گلو رو ازش بگیرم. موارد مختلف رو اینجا ازش بگیریم و برگردیم به همون تصویر ثابت و اصلی که داشتیم. گزینه بعد از اینر گلو، گزینه هستش به اسم بیولن امبوس. اگر روش کلیک کنم، یک قاب سه‌بعدی برای من به وجود میاد. یه مقدار عمق میده در اصل یا برجستگی در اصل برجستگی برای من به وجود میاره با ایجاد شادو و هایلایت. به همین شکلی که دارید میبینید بالا رنگای روشن سمت بالا و چپ دارم، سمت راست و پایین الان تصویر تیره رو دارم. یه حالت برجستگی به وجود آورده در قسمت استراکچر خب من میتونم یک سری تغییرات به وجود بیارم یعنی مثلا اگر سایل رو تغییر بدم حالتای پیشورزی که برای این قاب خود نرم افزار این دیزاین گذاشته رو میتونم انتخاب کنم مثلا اوتو رو بزنیم یه تصویر رو میبره بیرون اگر مورد مثلا امباس رو بزنیم بیرون و داخل این کار رو انجام میده و یه همچین حالتهایی رو میتونیم انتخاب کنیم اگر دقت کرده باشید گزینه رو مثلا میذارم رو همون حالت اینر بمونه مورد بعدی تکنیکمون هستش که نوع قلم و میزان تیرگی و موارد مختلف رو میتونیم در اختیار بگیریم حالت برجستگی رو و اون قاب رو میتونیم تغییر بدیم اگر دقت کرده باشید مثلا گزینه اسموت میاد یه مقدار نرم میکنه همه چی رو در لبه ها و گزینه مثلا چیزل هارد میاد یه مقدار سختتر و سفتر و تیزترش میکنه این برجستگی رو به این شکل میبینید حالت مثلا موزاییکی مانند میشه کاشی یا موزه همچین موردی گزینه دیرکشن میاد جایگاه این تیرگی روشنایی رو تغییر میده از بالا یا از پایین این اتفاق بیفتن خودتون میتونین در اختیار بگیرین سایز هم میزان شکلگیری این برجستگی رو توسط این قاب مشخص میکنه گزینه سافن میاد یه مقدار کار رو نرم میکنه خودتون میتونین نرم بودن و هارد بودن رو مشخص کنید به شکلی که وجود داره و دپس هم میاد عمق رو کنترل میکنه من کمش کنم این مقدار به نحوی انگار اپاسیتی کم و زیاد میشه و شما میبینید که این عمق تصویر کم و زیاد خواهد شد خب بخش دوم بخش شیدینگ هستش Altitude میاد ارتفاع منبع نورمون رو کنترل میکنه من اگر بیشتر و کمترش کنم شاید یه جورایی بتونیم این میزان درخشندگی یا تیرگی این قاب رو حس کنیم مثلا اگر من بذارمش روی پنجاه و دکمه تب رو بزنم تغییرات رو میبینید انگل هم میاد زاویه تابش نور رو برای من مشخص میکنه که این زاویه تابش نور رو هم خودتون میتونید کنترل کنید به شکلی که دارید میبینید تغییرات هم اعمال میشه و البته من اگر بیام مثلا این نقطه رو به مرکز دایره برسونم همونطور که می‌بینید التیتیودم داره باهاش تغییر میکنه یا چرخشی که دارم اینجا روی صفر به مرکز که میام اون ارتفاع کم و زیاد میشه و اونجا دیگه میتونیم روی همین انگل هم خود گزینه تابش نور و هم گزینه ارتفاعش رو کم و زیاد کنیم مورد بعدی گزینه هایلایت و شدو هستش خب این درخشندگی و این تیرگی اون سایه رو میتونیم اینجا مشخص کنیم که چه مود رنگی داشته باشن بلندینگ مودشون رو میتونیم مشخص کنیم میتونیم رنگشون رو حتی مشخص کنیم مثلا یکی رو بذاریم روی رنگ آبی یکی رو بذاریم روی رنگ مثلا قرمز به این حالت این دوتا رو ببینیم مثلا اینو میتونیم روی نرمال که رنگ قرمز رو اینجا بهتر ببینید اپاسیتیشون رو هم میتونیم کم و زیاد کنیم مثلا اپاسیتی این رو بیشتر کنیم اپاسیتی این رو کمتر کنیم کاملا در اختیار خودتون میتونید تمام این تغییرات رو اعمال کنید بذاریم من تیک این گزینه رو هم وردارم بریم سراغ گزینه به اسم ساتین تیکش رو میزنم فعال بشه مورد ساتین یا ساتن بر حسب تلفظ خیلی فرق نمیکنه یه حالت اطلسی مانند به کارمون میخواد بده همونطور که مشخصه من میتونم یه سری تغییرات روش به وجود بیارم اینو بذاریم روی نرمال شاید بهتر مشخص بشه بذاریم رو همون مولتیپلای بمونه بهتر نمایانه یه مقدارم اپاسیتی رو زیاد میکنم و الان میتونم میزان انگلم رو مشخص کنم و سایز رو افزایش بدیم این قسمت هم دیستانس رو تغییر بدم ببینید یه همچین افکتی رو اطراف کار داره برای من میندازه شما میتونید ازش بهره بگیرید به اشکال مختلف ببینید اگر من زیاد و کمش کنم این تغییرات مدام شکل میگیره یه همچین استایلی رو میتونه به کارمون بده میتونم با یه قاب درست کنم میتونم یه جلوه ای رو روی کار به وجود بیارم بعد اینجا مثلا بازم اپاسیتی رو یه میتونیم کمتر کنیم یه مقدار کارمون جذابتر بشه این قبل از ساتن استش این بعد از ساتن که هر دو تا حالت رو میتونیم با هم چک کنیم گزینه بیسیک فدر چه کاری برای ما انجام میده دوستان عزیزم ببینید یک فدر برای ما به وجود میاره یک محو شدگی اطراف کار برای ما به وجود میاره که اگر من اینو افزایش بدم میزان این محو شدگی رو بیشتر و بیشتر میکنم چوک میاد یه مقدار تیزتر میکنه این لبه رو به شکلی که دارید میبینید من اینو رو روی صفر میذارم بمونه میتونیم نحوه شکگیری کورنر اون گوشه ها رو هم مشخص کنیم که اگر بزنم روی حالت شارپ تیزی اطراف رو میبینید بذارید من یه مقدار این رو هم کمتر کنم شما اون تیزی لبه ها رو میتونید اینجا ببینید اگر بزنم روی راوندد گرد میشه و اگر حالت آخر رو انتخاب کنم یه نرمتر میشه این گردی نرمتر هم خواهد شد نویزم که اون حالت نرمی کار رو با نویز و این نقطه ها عوض میکنه که بتونیم مثلا یه مقدار جلوه کارمون رو تغییر بدیم حالت خاصی به وجود بیاریم بیسیک فدر رو هم غیر فعال میکنم ببینید دوستان عزیز تک تک مواردی که دارم بهتون آموزش میدم خیلی مهمن مطمئنا مهمن که دارم بهتون میگم پس دقت کنید که حتما نیاز به تمرین دارن خیلی جا از این گزینه‌های افکت استفاده میشه ما این موارد رو در فتوشاپ مثلا در بخش لایر سایل داریم این افکت ها رو اینجا در بخش افکتس داریم در درس های مختلف جای مختلف دربارشون صحبت کردم در نرم مختلف دربارشون صحبت کردم اگه دوست دارید بازم باهاشون آشنا بشید میتونید سر بزنید به درس های تا صد فتوشاپ یا موارد اینچنینی. خب دو تا مورد دیگه هم اینجا مونده اینا رو هم بهتون توضیح بدم گزینه دایرکشنال فدر این مورد رو فعال کنیم ببینیم این چه کاربردی داره دایرکشنال فدر کاری که انجام میده دقیقا مثل همون بیسیک فدره اما اینجا یک سری آپشن ها رو در اختیارتون میذاره که این نحوه محو شدگی و محو شدن اطراف رو خودتون در دست بگیرید مثلا مشخص کنیم که از بالا چقدر محو شدگی داشته باشیم از پایین چقدر این اتفاق بیفته همه این موارد رو میتونید خودتون به صورت مشخص کنترل کنید قسمت های مختلف رو اگر این تیک رو هم بزنم این گزینه زنجیر رو هم فعال کنم هر کدوم از این موارد رو تغییر بدم ما بقیه قسمت ها هم با همون مختصات تغییر خواهند کرد من غیر فعالش میکنم که بتونیم مثلا از یک جهت خاص تغییراتی اعمال کنیم یا همچین اتفاقاتی میفته در بخش پایینیش خب نویز میتونه برای ما نویز به وجود بیاره گزینه چوک هم که میاد کارو تیز میکنه بهتون گفتم شیپ رو اگر انتخاب کنیم حالت های مختلف این محو شدگی رو برامون اجرا میکنه مثلا فرست اونلی رو اگر بزنم این قسمت تغییراتی درش اعمال شد اگر all edges رو بزنم تمام لبه ها رو در اختیار میگیره با انگل میتونم این زاویه رو تغییر بدم شاید این موقع بهترم مشخص بشه شما میتونید انگل رو هم تغییر بدید به اون شکلی که میخواید گزینه بعدی باز هم فدر رو انجام میده من اینو فعال میکنم ولی کارش ایجاد یک فدر با گرادیانه یک گریدینت فدر خواهیم داشت من کلیک میکنم که فعال بشه آپشناشو ببینیم در این قسمت بالاترین میزان رنگ و پایین ترین میزان رنگ رو به ترتیب با رنگ سیاه و سفید میتونیم مشخص کنیم من اگر اینجا دابل کلیک کنم اینجا ببخشید یک کلیک کنم و چند تا یعنی میتونم درگ کنم اینو بیاریم این ورتر مثلا میزان این رنگ رو افزایش بدیم میتونیم میزان بیرنگی رو افزایش بدیم من میتونم چندین و چند تا از این دستگیر هم به وجود بیارم فقط لازم بیام این قسمت ها مثلا یک کلیک کنم یه دستگیر جدید به وجود میاد و میتونم این تغییرات رو اعمال کنم به شکلی که دارید میبینید میزان این پخش شدن نور و رنگ رو هم میتونم با این دستگیرهای بالایی تغییر بدم به این حالتی که میبینید و اگر اینا رو کلیک کنم و درگ کنم به سمت پایین حذف خواهند شد به همین راحتی میتونم حذفشون کنم میزان اپاسیتی رو هم میتونیم اینجا در دست بگیریم مثلا الان این اپاسیتیش صفره من میتونم اپاسیتی رو 100 درصد کنم این رنگ مشکی رو داره میگیره میتونم کم و زیاد کنم این اپاسیتی رو و لوکیشن رو هم همینطور میتونیم تغییر بدیم بذاریم لوکیشن رو هم اینجا تغییر بدم که مشخصا میبینید داره همزمان با این دستگیره لوکیشن جابجا جا میشه میتونید از لوکیشن استفاده نکنید خود این دستگیره رو جابجا جا کنید بر حسب نیازتون هیچ فرقی نمیکنه. در بخش آپشنز گزینه تایپ رو داریم حالت های لینیر و رادیال رو داریم ببینید دوستان عزیز من اینو یه مقدار بیشترش میکنم مهم اینجوری بهتر مشخص میشه لینیر رو میارم میذارم روی حالت رادیال اگر دقت کنید از میانه کار من الان دارم این وضوح رو میبینم به سمت بیرون محو شدگی شکل میگیره حالت دایره وار گسترش پیدا میکنه به اطراف ولی اگر اینو بذارم روی حالت لینیر به این شکل از چپ به راست یا بر اساس قرارگیری انگلمون از هر سمتی که قرارش میدیم به یه سمت دیگه این محو شدگی شکل خواهد گرفت مثلا الان ما سمت راست وضوح رو میبینیم یواش یواش به سمت چپ همه چی محو میشه پس این تفاوت و رادیال رادیال از میانه کار این اتفاق برای شکل میگیره یعنی میانه کار برای من وضوحش بیشتره در اطراف کار محو رو میبینم یا یعنی دایره شکل میگیره خب یک کلیک کنیم روی ترانسپرنسی برگردیم به حالت قبلی یک زوم اوت میتونم دکمه اوکی okay رو بزنم تغییراتم رو اصلا ثبت کنم به شکلی که دارید میبینید مورد دیگه هم نمیمونه در این ارتباط به غیر از اینکه مثل همیشه باید بهتون بگم لطفاً ویدیوها رو تمرین کنید بخش افکت بخش مهمیه ازتون درخواست میکنم فقط به دیدن ویدیو بسنده نکنید دوستان عزیز حتما تمرین کنید در انتهای ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست دارم لطفا دوستان ویدیو رو لایک کنید به لایکاتون نیاز دارم در کانال یوتیوب پروت آکادمی اگه سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید و لطفا اون زنگوله نوتیفیکیشن رو برای اینکه ویدیوهای جدید ما رو دریافت کنید و اعلانش براتون بیاد حتما فعال کنید منتظر کامنتاتون هم در انتهای ویدیو هستم و باز هم همراه شما دوستان گلم خواهم بود متشکرم موفق باشید